حامد، به ما بگو چجور اون شب نفرتبار، شب فاجعه رو بهت، یعنی مطلع شدی که هواپیما اوکراینی رو زدن و مسائل دیگش. میدونم مصاحبه سختی هستش، ولی ببین، من اون روز قبل از این فاجعه، یعنی روز 17 دی ماه میشه به وقت ایران، ساعت 8 صبح یا شاید زودتر باید سر کار می بودم. موامو خیلی کوتاه کرده بودم، یادمه. پریسا و ریرا دوست نداشتن و همون موقع که داشتم میرفتم به سمت محل کارم، من معمولا هیچ وقت با گوشه تلفن صحبت نمی کنم موقع رانندگی، یا ولی پریسا رو واتساپ با من تماس گرفت و هم یه پایین دعوا گذاشتم، یه جوری گذاشتم که موهای من نبینم، موهام کوتاه کردم چون میخواستم که ببینمشون و معمولا شوخی میکردم باهاشون سر این چیزها. و بعد به من زنگ زد و گفت که داریم ساعت دیگه از ساری را میفتیم، در من فکر میکنم اون موقع 5 و 6 بعد از ظهر بود، حالا نمیدونم، یه طوری بود که میخواست 12 شب برسه و میدونست من چقدر نگرانم همش. و برای اینکه حتی وقتی داشتن سفر میرفتن به ایران برای رفتن به، چون من با خطی های شمال خیلی میرفتم تو این سالیان که به هر حال اهل مازندران اهل ساری بود و میدونستم راننده ها چجوری رانندگی میکنن، گاهی اوقات دیده بودم کمربند نمیبندن و بهش میگفتم او کمربند تو ببند، بعد میگفتش که میگفتم خب تو برای جون خودت در واقع ارزش قائل نیستی، قطعا برای جون من هیچ ارزش قائل نیستی. ما راننده ها رو اینطوری میدم، من حتی با مادر همسرم هماهنگ کرده بودیم که راننده اومده بود از ساری، اینها رو برده بود ساری و روز بعدم داشت بر یه روز آخرم قرار بود آدم مطمئن برشون گردونه، گفت داریم سوار میشیم ریرا، فقط یه لحظه از جلوی دوربین گذشت که بابا فردا میبینم. و همین بود گفتگو خیلی کوتاه، شاید یکی 2 دقیقه گفتم عزیزم فردا میبینمت و رفتن به طرف فرودگاه. من رفتم سر کار 5 و 6 بعد از ظهر بود، یعنی دقیقا 1:20 که جمهوری اسلامی حمله کرد به پایگاه های عین الاسد. خب من دوستان زیادی دارم در فیسبوک، خب آدم هایی هستن که مرتب خبرها رو دنبال میکنن، من خب خبرهای ایران زندگی میکردم و میکنم، حالا خیلی کمتر الان دیگه واقعا با اون دقت، ولی مثلا من ممکن بود به ایران زنگ بزنم مادرم بگم که مامان جاده بسته است امروز، مثلا نریم تهران، بعد مثلا بگه تو از کجا میدونی، میگم من خبرها رو چک کردم مثلا فلان جا مثلا به همه، اینقدر من خبرهای ایران رو همیشه دنبال میکردم، یعنی من اینجا بودم فکر میکنم، ولی همیشه خونه برای من اونجا بود و فکر میکردم که خب ایران سرزمین ماست، اونجا وطن ماست، اونجا به دنیا اومدیم، مال ما بوده، ممکنه کسان دیگه تصاحبش کرده باشن ولی مال ما بوده این سرزمین. و حالا همیشه اخبار ایران دنبال میکردم، ده همه غم و غصه های مردم ایران منم باشون گریسته بودم و خانواده هم. به حال وقتی ساعت 5 و 6 منو دیدم که دوستان نوشتن که وای جنگ شد، رنگ به رخسار من نبود و من 2 تا بیماری که آخر وقت داشتم کنسل کردم و دستیارام چون دیدن که واقعا حالم خوب نیست از من پرسیدن که چیه چی شده. گفتم ببین، آخرین باری که ایران و امریکا، جمهوری اسلامی و امریکا وارد جنگ مستقیم شدن، به یک هواپیمای مسافر بری شلیک شد. و با تعجب من نگاه میکردم همکاران کانادایی اینجا، میگفتم گفتن نه آخه، میگفتم ببین الان فرودگاه ها و هواپیما ها بیشتر از همه چیز در خطر هستن، برای اینکه سابقه جنگ رو ما داشتیم، یا اگه ما حالا بچه بودیم اون موقع، ولی شهریور سال 1359 جنگ از فرودگاه های ایران در واقع آغاز شد و به نظر من خطرناکترین جا برای موندن همه مردم فرودگاه ها بود. به هر حال تلاش کردم که پیداشون کنم، میدونم که پریسا نمیدونست اصلا قضیه حمله رو اصلا اطلاع نداشت، تو راه بوده و آدمی نبود که خبرها رو مثل من دنبال کنه. من هر شب بهش گزارش میدادم امروز ایران اینطور شد اینطور شد اینطور شد و
نتونستم پیداش کنم و مادر همسرم و خواهر همسرم رو پرنیان رو بالاخره پیدا کردم. وقتی پیداشون کردم گفتم ببینید پرواز ها کنسل میشه، قطعا پرواز ها کنسل میشه، شکی وجود نداره، هر عقل سلیمی میگه این پرواز ها کنسل میشه، چون الان دونالد ترامپ میخواد بره در به قول خودشون اوال آفیس یا همون سالن بیزی کاخ سفید، وقتی اینها میرن اونجا یا حمله انجام شده یا میخواد انجام بشه و اصلا مطمئنم که این پرواز کنسل میشه، پریسا و ریا رو برگردونیم بیاریم خونه، که وقتی آخرین چیزی که شنیدم گفتن 10 دقیقه پیش رفتن و چکین کردم و دیگه من دسترسیم قطع شد تا لحظات آخر. 5 و 15 دقیقه پرواز داره انجام میشه، دنبال کن در وبسایت کیف، فرودگاه کیف، نه در وبسایت فرودگاه تهران، چون هیچ امکاناتی در این مورد نداره. اونم رو حالت اتوماتیک بود، نشون داد 5 و 15 دقیقه پرواز انجام شده. من هم رو دنبال کردم، فقط پیغام دادم که عزیزم فردا میبینمتون و پیغامی که هیچ وقت دیده نشد. و هیچی، رفتم به تمیز کردن خونه پرداختم وقتی دیدم که از مرزهای شمالی در آذربایجان غربی خارج شد و خونه رو داشتم تمیز میکردم و داشتم فکر میکردم. من داشتم اون موقع رمانی مینوشتم، آخرین فصلش بود و گفتم خب تا وقتی بچه ها میان من خونه رو تمیز کنم برم بقیه داستان رو میرسم، بقیهش رو صبح ساعت 3 بعد از ظهرم تو فرودگاه تورنتو میبینمش. که بعد اومدم نگاه کردم و من نمیخوام اصلا نه میتونم برحال میسکالای ایران رو که دیدم، میسکالای ایران رو که دیدم فهمیدم چه اتفاقی افتاده. یه وقتی 8 تا 10 تا میسکال داری میفهمی که چه اتفاق افتاده، همه هم از ایرانه و من خودم براشون بوردینگ پس ها رو گرفته بودم، میدونستم ردیف 11 صندلی بی و سی هستن و شماره پرواز همه چی رو از حفظ بودم. خب و به هر حال بریم شیفت کنیم، بریم 1 ساعت بعد، شاید نیم ساعت بعد، یعنی به دوستان فقط زنگ میزنم و میگم گفتم که چه اتفاقی افتاده و 1 ساعت بعد احتمالا دوستان من، خودم یادمه که من نمیدونم تو بدترین شرایط زندگی که اون شب بوده احتمالا باز فکر میکنم تمرکز خودم از دست نمیدم، فقط یادم که جلوی در ایستاده بودم و دوستانم اومدند و 1 ساعتی فکر کردم و گفتم که خب من که نمیرم ایران، برای قبلش قبلا مشکل داشتم با ایران، با جمهوری اسلامی و اینا، و بعد ذره فکر کردم گفتم که نه من باید برم، من باید ببینم چه اتفاقی افتاده، من باید مادر پریسا رو بغل کنم، مادر خودم باید بغل کنم. شدم و من اون شب بلیت گرفتم. من فقط یادمه با برادرم، با برادر پریسا، با خواهرش، با همه آدم های ناباور که آخه بعد خیلی هم میگن که ما از همون لحظه اول فهمیدیم که جمهوری اسلامی به این هواپیما موشک زده و من واقعا نمیتونستم فکر کنم، که یعنی میدونستم اینقدر جنایت های مختلف فلان، ولی اصلا میدونی هنوزم تصورش برای من سخت فشردن اون دکمه وقتی دیدن که 29 تا بچه رفتن تو هواپیما، میدونی وقتی دیدن که این بچه های تازه ازدواج کردن رفتن تو هواپیما، وقتی این بچه ها در دستان مادرشون رفتن تو هواپیما، برای من باور کردنی نیست که این رو ببینی تو و باز اون دکمه رو فشار بدی، میدونی، و بعد بدون این که فکر کنید مردک میاد میگه که من نمیدونم هواپیما چطور برگشته. خب بابا تو هواپیما اون موشکی که تو میزنی تبدیل به 800 تا 1000 تا ترکش میشه، هواپیما دیوار کاغذیه، چی فکر کردی؟ تو اصلا هیچی از هوا فضا نمیدونی که اون بالا وایسادی و به آدم های بیگناه اینطوری بی پناه، ببین از روبرو به تو شلیک کنن، رگبار ببندن، تو دست تو جلوی صورتت میگیری، بی پناه، من اصلا نمیتونم تصور کنم. و بعد ما روار در واقع پات رو زمین نیست، از همه مستثنی، مثلا تو هیچ، ببین میگم تو یه نفر رو به رگبار میبندی
میدونه چشماشو حالا میبندی باز نگه هم داری، هرچی میدونه که داری به شلیک میکنی، ولی تو موشک رو به هواپیمای مسافر بری میزنی، هواپیمای مسافر بری، در حالی که میدونی هواپیمای مسافر بریه، کلی آدم بیگناه تو این و بی پناه تو این پرواز، بچه ها، خونواده ها، تازه ازدواج کرده ها، دانشجوهای از لیسانس تا دکترا، نمیدونم 12 تا پزشک و دندون پزشک، نمیدونم حالا انسان تو به 176 انسان، یه بچه که تازه به دنیا نیومده بود دستور شلیک میدی، من نمیتونم اینو بفهمم علیرضا.